قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله. حسن نصر الله دبیر کل حزب الله لبنان روز جمعه طی سخنانی از توافق با ایران برای ارسال سومین محموله سوخت به لبنان جهت برطرف کردن مشکل این کشور خبر داد. او افزود در روزهای آینده دروغ کسانی که نسبت به ارسال سوخت از ایران شک و تردید داشتند مشخص خواهد شد. پس از رسیدن اولین محموله سوخت به لبنان واقعیت مشخص خواهد شد. نصرالله روز یک شنبه گذشته گفته بود که اولین کشتی حامل سوخت ایران به سمت لبنان حرکت کرده است. این در حالی است که سیستم ردیابی و شناسایی کشتی‌ها چند روز پیش در توییتی اعلام کرد که نفتکش ایرانی هنوز حرکت نکرده، اما پیش بینی می‌شود تا روز جمعه به حرکت درآید. یکی از دو کشتی مخصوص تامین سوخت شبکه نیرو و دیگری بنزین با خود حمل خواهند کرد. نصرالله در سخنان دیشب خود بحران اقتصادی لبنان را ناشی از محاصره اقتصادی ایالات متحده علیه این کشور دانست و افزود که قانون موسوم به تحریم قیصر توسط واشنگتن علیه سوریه به لبنان نیز آسیب رسانده است. او خطاب به ایالات متحده آمریکا گفت به خاطر لبنان برای بنزین و گازوئیل ارسالی از ایران استثناء قائل شوید و لبنان را از قانون تحریم‌های قیصر مستثنا کنید. از سوی دیگر مخالفان حزب الله در لبنان از عواقب وخیم خرید سوخت از ایران هشدار داده بودند. آنها میگویند که حزب الله لبنان را به سمت تحریم پیش میبرد، کشوری که اقتصادش نزدیک به 2 سال است از بحران رنج میبرد. نجیب میقاتی نخست وزیر مأمور تشکیل دولت در لبنان روز جمعه در مصاحبه با تلویزیون الحدث گفت که وی با هر اقدامی که به منافع لبنان لطمه وارد کند مخالف است. او از منتقدان معاملات سوخت با ایران نیز خواست که به لبنان کمک کنند تا این کشور مجبور نباشد به تهران روی آورد. می فرحات بیروت.